در آستانه 15 سالگرد حمله نظامی آمریکا به عراق هنوز بحث‌های موافق و مخالف درباره درستی یا نادرستی این حمله فروکش نکرده است. گزارش جیل کریک خبرنگار صدای آمریکا حاوی جزئیات بیشتر است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا 15 سال پیش با هدف برکنار کردن رژیم صدام حسین به عراق حمله نظامی کرد. در این لحظه نیروهای آمریکایی و ائتلاف هنوز در مراحل اولیه ای عملیات هستند تا رژیم عراق را خل سلاح کرده، مردم را آزاد و از جهان در مقابل یک خطر بزرگ دفاع کنند. اما این عملیات برخلاف جنگ خلیج فارس و افغانستان از همان ابتدا با بحث‌های زیادی روبرو بود. سازمان ملل متحد آن را تایید نمی‌کرد. جیمز جفری نماینده سابق آمریکا در عراق میگوید سیاست هر دو دولت بوش و اوباما در ارتباط با عراق در منطقه شکست خورد چون هیچ یک نتوانستند تغییر بنیادین در عراق به وجود آورند. ما نه در دوران بوش تونستیم با استفاده از نیروی نظامی به عراق دموکراسی ببریم و خاورمیانه رو تغییر بدیم و نه در دوران اوباما تونستیم با کمک رقبای مثل ایران و رهبران جهان اسلام خود را از مسائل خاورمیانه و دیدگاه‌های افراطی تروریستی دور نگه داریم. ایالات متحده در دسامبر 2011 اعلام کرد جنگ در عراق به پایان رسیده، اما گرفتاری‌های آن با تسلط داعش بر شهرهای عمده عراق و سوریه همچنان ادامه دارد. عراق یک کشور مستقله، قانون اساسی داره و مردمش با هم متحدند. اخیراً خوندم که رئیس جمهوری با بودجه موافقت نکرده چون مغایر با قانون اساسیه، اقدامی که به ندرت در خاورمیانه اتفاق میفته. عراق الان نیروهای امنیتی موثری داره. بعد از سقوط موسل، بنیه دفاعی خودش رو علیه داعش افزایش داد و با کمک آمریکا تونست اونها رو عقب برونه، اما این تنها چیزیه که در این مدت موفق به انجام شد. الی ابوون از انستیتوی صلح آمریکا میگوید بعد از جنگ همه باید تمرکزشان را میگذاشتند روی اعتمادسازی میان جوامع مختلف عراق، اما بعد از 2003 جنگ و خشونت شکاف میان اقوام مختلف را افزایش داد تا آنجا که عراق اکنون برای تثبیت و رونق اقتصاد خود در شرایط دشواری قرار دارد.